سلام خدمت همه رفقا خوش آمدید به فوروم ما امشب گفتگویی داریم با رفیق عزیزمون یاسمان سرهوش مصنوعی امیدوارم که بتونیم بحث جالبی داشته باشیم رفیق یاسمان احتیاجی به معرفی ندارن ایشون همه ما میشناسیم یکی از رفقای قدیمی گرایش سوسیالیزم انقلابیی وشاید پرکارترین ما هیچکدوم از ما همهمون روی هم به اندازه رفیق یا سبن کار نمیکنیم ایشون در کنار تمام این کارهای دیگه ای که میکنن مدتی است که سردبیری نشریه کریتیک رو هم به عهده گرفتن رفقایی که آشنا هستن میدونن هیلل تیکتین مارکسیست معروف و آفریقای جنوبی که در انگلیس زندگی میکنه دهه هفتاد و دهه هشتاد میلادی این نشریه رو تبدیل کرده بود به یکی از نشریات مهم نقد مارکسیستی در رابطه با اروپای شرقی و شوروی و یکی از بطلاه نظریاتی که خیلی بله منحصر به فرد بود در رابطه با ماهیت شوروی در واقع از جانب رفیقمون تیکتین در این نشریه ب پرورنده شد واتفاقا جالب رفیقمون یا سمن قول دادن که برامون یه جلسهای بذارن که مرور کنیم این نشریه کریتیک رو در رابطه با تحلیلهایی که از شوروی اون موقع میداد شاید به موقع باشه که دوباره برگردیم به بحثهای سر ماهیت شوروی زیاد بعد از فروپاشی شوروی به این مسئله پرداخته نشده یعنی چنین یکی از بحث‌های خیلی مهم باشه به نظر. برحال اون رو به زودی خواهیم داشت. حیل رمضان هیلال متاسفانه مدتیس بیماری‌های ناتوانیات های به صدا مشکلات اینطوری نتونستن این کار رو به وحده بگیرند و یاسمن به صدا جایگزین شد و ضمن آرزوی موفقیت برای رفیع و یاسمن در این کار امیدواریم تییکتی هم هر چه زونتر بهبود پیدا کن. از رفقای ارزنده ما هستند در انگلستانی حال امشب بحثمون سر هوش مصنوعی ما طبق معمولی معرفی بحث داریم بعدم هم همه رفقای که مایلن در بحث شرکت کنن یا سوالی دارن میتونن دست بالا کنن و به سوال و بحثشون رو مطرح کنن موقعی که کسی دستشو بالا میکنه اگه خودش میخواد ویدیوشو میتونه باز کنه ما میذاریم که باز بشه اگه خودش بخواد ویدیوشو باز کنه اگه فقط میخواد با صدا باشه که فقط با صدا باشه اگر هم هیچ کدوم رو نمیخواد بکنه میتونه در تکست سوالش رو مطرح کنه رفقای ادمین بعد دقت خواهم کرد و سوالا رو ما رو به متوجه خواهیم کرد از این سالا در این شده میتونیم سآل ها رو قرائت کنیم امیدوارم رفقا به از این جلسه استفاده کنن خیلی مایلیم بعد نظر رفقا رو بدیم من فقط قبل از اینکه که می کنم خدمت رفیقمون یاسمان بگم که تمام به صلاح و سال جواب و به معرفی بحثها همه این جلسه ضبط خواهد شد و ما در سایت وایس آف رvلوشن اینها رو منتشر میکنیم چه به صورت ویدیو چه به صورت اودیو یعنی هم فایل های صوتیش هست شده هم فایل های ویدیو تصویر و رفقا میتونن در سایت Voice of Revolution اینا رو لینک ببینن رفقای ادمینم لینک این چنل ها رو میتونن بزنن ما یه چنل در یوتیوب داریم یه چنل هم در ساند که این فایل ها اونجا هست امیدوارم رفاق ها در به پخش و توضیح و به کامنت دادن و بسلا لایک زدن و سابسکریپشن دادن به این ویدیو ها با ما همکاری کن هرچی اینا بیشتر بشه خب تو این سرچ بهتر پیدا خواهد شد برای سایه. من دیگه زیادی سرتون درد نمیارم اگر رفیق من آماده است شروع کنیم جلسه رفیق رو شد حتما خیلی ممنون از این معرفی ام قبل از هر چیز باید اینو گفت که در حقیقت این چند ماه و شاید سال که گذشت صحبت زیادی روی به این مسئله هوش مصنوعی شد ولی به نوعی میشه گفت که همه ما مدت هاست داریم استفاده می از هوش مصنوعی ولو آگاهانه خیلی وقتا بدون اینکه حساب بکنیم که این هوش مصنوعیه مثلا از همین تصیح انشا و بیشتر اخیرا تصیح املا که در موقع که داریم مقاله می نویسیم نامه می نویسیم ایمیل می فرستیم استفاده می کنیم خودش است... پشتش هوش مصنوعیه یا وقتی که از مترجم گوگل یا مترجم یه سایت دیگه ای استفاده می کنیم مثلا تو فیسبوک می گیم یکی پیام داده به یه زبانی که نمیدونیم میزنیم میگه ترانسلیت اونو میخونیم اگه مثل من چند سالی باشه که از این استفاده کرده باشید میبینید که خب خیلی پیشرفت حاصل شده یه زمانی خنددار بود ترجمه ای که گوگل میکرد و الان خب بهتره کامل نیست نه اینکه شما بتونید اون ترجمه رو ازش مقاله در بیارید ولی بهتر شده و اینه که ما فکر میکنم شاید دی الان فکر میکنن که وارد یه مرحله جدیدی شدی دو مسئله در این رابطه تعیین کننده بوده در اینی که هوش مصنوعی ما رو وارد یه مرحله جدیدی کرده از یک طرف سرعت اگه بخواید مرکز کامپیوترها اون چیزی که سنترال Processing یونیت یا اون چیزی که در حقیقت اصل رایان است و پایین آمدن قیمت همین پدیده و اندازه او ولی اون چیزی که شاید جدیدتره و در چهار پنج سال گذشته تعیین کننده بوده و بعد باهاش راجبش بیشتر صحبت میکنیم مشخصا در رابطه با هوش مصنوعی نوع دیگه از اگه بخواید اون مرکز کامپیوتره که به جای CPU Central یو سنترل یونیت که همه ای ما میشناسیم اینتل تولید کننده اومده غیره ما با پدیده جدیدی روبرو شدیم Graphical پروسس یونیت یا اگه بخواید اون چیزی که اوایل در اوایل عمرش برای ویدیوها و بازیهای ویدیویی مورد استفاده قرار گرفت و سرعت بیشتری داره چرا که در یه در یه سانتی مترش میتونه خیلی بیشتر توانایی کار کامپیوتری داشته باشه تا نوع قدیمی که اینتر بود و اگه بخواید از شرکت یا از نام کامپیوتریش استفاده کنید در ایالات متحده انویدیاست که این نوع واحد رو تولید ولی کنار این ما با یه پدیده دیگه ای هم رو به رو هستیم و اون این دریای داده هاست دریای داده هایی که طی یک دهه اخیر دو دهه اخیر جمع شده و چجوری این بعضی بهش میگن بیگ دیتا بعضی ها میگن لیک دریاچه در داده ها غیره این چجوری جمع شده خب همه ما وقتی داریم از گوگل استفاده میکنیم وقتی داریم از رسانه های جمعی استفاده میکنیم از فیسبوک استفاده میکنیم غیره اطلاعات زیادی وارد میکنیم راجع به میلمون راجع انتخاب ها هر بار بلیت میخریم برای سفر اطلاعات وارد میکنیم و این اطلاعات جمع میشه و شرکت های بزرگ اینترنتی اینا رو جمع آوری میکنند و وارد این دریای اطلاعات میکنند من اتقای یه نمونه برای شما بگم این تاکسی های اوبر یکی از دلایلی که اصلا را افتادن برای این نبود فقط که راننده ارزان و بی حقوق و بدون امکانات اتحادیهی درش کار میکردن. یکی از کارهایی که شرکت اوبرون کرد این بود که این اطلاعات رو جمع میکرد برای ماشین های خود اتومات که بدون راننده کار بکنن بعد دو سال پیش اگر اشتباه نکنم اوبر این, این دو بخش را از هم جدا کرد ولی همچنان بالاخره نقش تعیین کننده ای داره اون بخشی که در نهایت پی خودروهای بدون راننده است در این رابطه جمع کردن اطلاعات زیاد غرب از یه جنبه هایی حسرت میخوره به چین چرا که خب اولا یک کشور دیکتاتوری راحت تر میتونه اطلاعات جمع کنه ثانیا اگر اشتباه نکنم و اینو من از کسی دیگه شنیدم ولی ات... تقریبا اعتماد دارم به حرفی که میزد گویا الان از 2010 به بعد در چین خیلی از معاملات روزانه همه افراد که الان جمعیتشون به یک میلیون رسیده از طریق اینترنتی انجام میشه و خود این اطلاعات اگه بخواید به این دریای اطلاعات یک امکانات گسترده ای داده امکان اینو داده که از این دریا برای کارهای دیگه استفاده کنه قبل از اینکه وارد جزئیات بشم من خواستم بعضی واجه هایی که زیاد در رابطه با هوش مصنوعی ازش استفاده میشه رو باز کنم و تا حدی بهش کافی یه مدار از این توهمی که راجع به بعضی از این واجه ها پیش اومده جلوگیری کنیم یکی از این واجه ها فراگیری ماشینیه اون چیزی که بهش میگن ماشین لرنینگ و این در حقیقت خیلی چیز ساده ایه. نوع کارش اینه که شما به یه, رای، به یه کامپیوتر یاد میدید که از تجربه خودش، از اشتباهاتش و از موفقیت هاش همونطوری که به یه بچه یاد میدید. و... بسیاری از کارهای هوش مصنوعی در حقیقت اتکای زیادی داره نه فقط بر اون داده های گسترده که من گفتم داده های بیشمار بلکه بر این اتکا داره که هر کدوم از این داده ها طبقه بندی میشه در یه جای خاص قرار میگیره و اگه بخواید مثل یک بچه یاد میدید به کامپیوتر که چجوری همه اینها رو طبق بندی کنه ازش جدول بسازه یه نمونهش خیلی ساده سادهش اینه که مثلا یک تصویر رو با یک کلمه یکی بدونه یک بیان رو با یک تصویر یکی بدونه و به تدریج با اشتباه بیشمار ولی به تدریج یاد میگیره که مثلا وقتی شما عکس یک مش... خونه رو نشون بدید کنارش میتونه بنویسه حفظ خونه به زبان انگلیسی یا اگه به زبان دیگه یادش داده باشید با اون زبان در همین رابطه در همین رابطه فرار مدل آموزش مدل های هوش مصنوعی و این یک کمی فراتر از اینه که فقط جدول باشه به این معناست که علاوه بر دانستن اون جدول میتونه کامپیوتری که بهش اینو یاد دادیم جمبندی بکنه در رابطه با اگه بخواید به نوعی علاوه بر این که بگه خب این عکس تو جدول من برابر خون است بتونه مشابه این رو هم در این چارچوب قرار بده به این معنا که تا حدی داره پیش بینی میکنه پیش بینی میکنه یه چیزی رو که ندیده تا حالا ندیده کجا قرار بده در کدام دسته قرار بده و البته در همین رابطه هم همونطور که میشه پیش بینی کرد اشتباه های بیشمار میکنه تا اینکه بالاخره اطلاعاتی که داره به خاطر این آموزش مکرر به خاطر تصحیح اشتباهاتی که قبلا کرده به تدریج درست میشه یکی از جاهای موفق هوش مصنوعی مسائل پزشکی. و در این رابطه خب میشه گفت که به نوعی خوب کار میکنه هوش مصنوعی به این معنا که اگه بخواید دسترسی به داده های پرونده پزشکی ده ها هزار صدها هزار بیمار که اکثر عمدتا باید اسمشون کنار گذاشته بشه حالا گاهی اینجور نیست ولی باید این اطلاعات بدون نام گمنام در جدول های قرار بگیره میتونه ببینه که آیا مثلا کدام خصوصیت های بدنی یا بیماری های قبلی میتونه زمین ساز برخی سرطان ها بشه و در این رابطه خوب طبیعی است که الان ادعای علم پزشکی و میگم من فقط میتونم به اونی که پزشکان میگن ادعای پزشکان اینه که پیشرفت های خیلی زیادی حاصل شده به طور مشخص مثلا یه نمونهش در رابطه سرطان سینه زنانه که حتی دستیابی به اطلاعاتی مثل نوع دواهایی که زنان قبل از اینکه مشخص بشه این سرطان رو گرفتند میتونه پیش بینی این که چه کدام دسته بیشتر امکان این داره که دچار این سرطان بشن رو بیشتر میکنه این متفاوت با اون چیزایی که این روزها میگن راجبه گذشته خانوادگی و غیره در میان همه یک جامعه میره این اطلاعاتی که بررسی میشه اطلاعاتی است در رابطه با اینکه مثلا همه کسایی که دوای خیلی ساده ای مثل آیبوپروفین یا مسکن نوعی مسکن یا نوعی دوای معده زیاد استفاده کردن در یه مدت خاصی سه سال بعدش امکانش بیشتری داشته که دچار این بیماری بشن و همین آموزش هوش مصنوعی فراترش راجع به ارزیابی از اکسیست که از بدن گرفته میشه گویا چشم انسان راحتتر میتونه اشتباه بکنه در شناسایی سلهایی که خراب شده به هر دلیلی یا مشکلی داره یه واژه دیگه که خیلی در هوش مصنوعی استفاده میشه هست جنراتیو پری ترین ترانسفورمر من نمیدونم فارسی تا اونجایی که من میفهمم میشه ترانسفورماتور مولدی که از پیش آموزش دیده از پیش آموزش داشته و این هم از اون چیزایی که به اصطلاح زمینه اول این چیزی است که این چند ماه مد شده چت جی پی تی و این چت جی پی تی یکی از راههایی که داره پیش میره و امید زیادی البته به نظر من امید بیش از حدی به آیندهش داده میشه اینه که هر بار که شما باهاش درگیر میشید چه در کلام چه در نوشته تصیحش میکنید و در نهایت این ترانسفورماتور آموزش بهتری میبینه و در یه مقطع خاصی اگه بخواید اشتباهاتش کمتر میشه من بعدم وارد اشتباهات این میشم چون اشتباهات بیشماری داره بعضیش خنده داره بعضیش خیلی خندهدار نیست فقط یه نمونه شو که برای شما بگم مثلا چه جی تی فکر میکنه که من یکی سال اولین باری که ازش سوال کردم نشه کریتیک یه بار نوشت که مدافع سرمایه دولتی من گفتم نه این اشتباه این تحلیله بعد رفت نگاه کرد لابد میره میگرده داده ها رو این دریای داده ها رو نگاه میکنه بعد اومد گفت که آره هلال تیکتین این نشریه رو شروع کرده ولی در دو هزار فوت کرده <تصفح> یه یکی از اسم یک آدم دیگه رو من ازش پرسیدم حالا اینجا واردش نمیشم ولی ایشان یکی از کسایی که در رشته آموزش اون چیزی که بهش میگن Iranian Studies که توی دانشگاه های انگلیس و امریکا حداقل خیلی گسترده است او رو هم دانشگاهش رو اشتباه گفت هم کتابش رو اشتباه گفت هم کاری که میکنه یعنی از کجا میره و این اطلاعات غلط رو پیدا میکنه راستش رو بخواید من خیلی نمیدونم ولی طبیعی است که امید کسایی که اینها رو راه انداختند اینه که حتی آدمی مثل من که میاد وارد درگیر میشه با این جی پی تی و میگه که این اشتباه درستش کن در یه حدی دارن آگاهانه یا ناآگاهانه گاهی با میل گاهی بدون خواستشون کمک میکنن به تقویت اون چیزی که الان اگه بخواید با وحشت ازش داره صحبت میشه اینه که در یه مرحله که هیچ هم نمیگه دقیقا کی ولی در یه مرحله این هوش مصنوعی تست دوم تورینگ رو تورینگ هم تو یکی از اولین کسانی بود که کامپیوتر رو راه انداخت و کارهای زیادی در این رابطه انجام داده تست دوم اون اینه که ما به یه مرحله ای برسیم که نوع ارتباطمون با کامپیوتر وارد یک مرحله بشه که نتونیم تشخیص بدیم با انسان روبرویم یا با کامپیوتر و خب اگه بخواید این مکالمه ای که همه ما یا این ما من مکالمه نمی کنم تایپ می کنم ولی این گفتگویی که داریم با کت جی پی تی به نوعی ام مثل اینه که با یک انسان دارید صحبت می کنید ولی انسانی نسبتا ام ناآگاه شاید بهش گفت کودک که به تدریج ام داره یاد میگیره ولی هنوز به اون مرحله ای که سوناک نخست وزیر بریتانیا یا بعضی دیگه کنفرانس میذارن راجبش که دوره نگران کننده است یعنی مرحله ای که از انسان پیشرفته تر بشه این هوش مصنوعی ما فکر میکنم خیلی فاصله داریم مدافعان سرمایداری در رابطه با این هوش مصنوعی هم ادعاهای عجیب و غریبی کنند که اکثرش بی خوده و سعی میکنم من در بخش دیگه ای از این صحبت بهش اشاره کنم ولی این ادعاها چیه؟ ادعا اینه که بعد از این دوره طولانی به اصطلاح رکود اقتصادی که همه قبول دارن چنین رکودی وجود داشته چه در رابطه با رشد رشد در کشورهای غربی در صدش همچنان پایین سرمایه گذاری کمه تولید حالص ملی کمه غیره صحبت از این میشه که این هوش مصنوعی پروداکتیویتی یا تولید کار رو بهتر میکنه سریعتر میکنه به حدی که میتونه این بحران اقتصادی رو یا این رکود اقتصادی رو جبران بکنه هیچ اثری از این در حال حاضر دیگه نمیشه و تا حدی میشه گفت مشکلات خود سرمایه داری برای نوعی که از هوش مصنوعی استفاده میکنه صدی است برای این وارد این میشیم که این مشکلات چیه و چرا نمیتونه نظام سرمایه یه استفاده درست و حسابی از این ای که به هر صورت کاربران گوناگون رایانه ها به وجود آوردن استفاده کنیم در رابطه با هوش مصنوعی همونطور که گفتم خیلی صحبت ها میشه راجع به این به اصطلاح بهبود یا تکرار بیحد برخی آموزش ها برای بهتر شدن کار هوش مصنوعی یه جنبه دیگه ای که هوش مصنوعی جوش کار میکنه به اصطلاح در حقیقت مخصوصا برای نظام سرمایه داری این بخش شخصی کردن پرسونالایزیشن شخصی کردن احتیاجات این خیلی همسویی داره با دیدگاه نظام سرمایه بر اینکه شما وقتی مثلا دارید از یک رسانه اجتماعی استفاده میکنید وقتی وارد یک صفحه بشید فکر کنید که خیلی مهمی ولی در حقیقت پشت این این خابیده که سود بیشتری فروشنده کالا شرکت بزرگ تهیه کننده یک خدمت به دست میاره بر اینکه ادعاش اینه که داره با شما به عنوان یک فرد این فرد فردگرایی شما رو ارضا میکنه و این به این معناست که همه ما وقتی مثلا داریم بلیت قطار میخریم از کامپیوترمون استفاده میکنیم یا از تلفن ولی همچنان خیلی از کامپیوتر استفاده میکنن و جالب اینه که شرکت های مسافری مشخص ولی همه شرکت ها همه شرکت های مسافری به طور مشخص هواپیماها، ها، قطار، غیره نه فقط انتخاب های شما رو ثبت می کنند بر اینکه بعد بتونن برگردن به شما و هی سعی کنند اون خدمت یا اون چیزی رو که میخواستید بهتون دوباره بفروشند بلکه حتی حرکت دست شما بر روی صفحه کامپیوتر رو با موش دنبال می کنن. یه چیزی هست در شرکت های مسافری مشهور و اون به اصطلاح هیت موومنت شما وقتی موش کامپیوتر رو دارید تکون میدید اینها ثبت میکنند که از کجا به کجا رفتید و بعد از رو اون برای شما تبلیغ میفرستن ولی همطور که همه شمایی که حتما استفاده میکنید از رایانه ها میدونید خیلی وقتها اشتباه برخورد میکنن چرا که این شخصی کردن برخورد هوش مصنوعی با یا افراد هنوز خیلی کار لازم داره یه نمونهش اینه که شما مثلا هفته پیش میخواستید برید پاریس قطار رو نگاه میکردی دو هفته بعد که حالا برگشتی جا اصلا نرفتی تصمیم گرفتید نرید ولکن شما نیست همین جور هتل در پاریس تبلیغ میکنه برای شما اگه نمیخواید اطلاعات شخصیتون زیاد پخش بشه وقتی وارد این صفحه ها میشید باید نگذارید که کوکی اطلاعات شما رو ضبط ز... کنه وقتی قبول میکنید که ضبط کنه بعد دیگه این امکانات داره حالا این شخصی سازی یه ناراحتیش اینه که ورکن معامله نیست همونطور که گفتم سفر شما گذشته اصلا نمیخواید دیگه بدونید چه خبر بوده در هتل هایی که میتونستید ارزون یا گرون بخرید ولی خطر دیگرش اینه که اطلاعات شما در حقیقت نه فقط برای این شرکت ها میتونه ضبط بشه برای دولت ها هم میتونه ضبط بشه و در نتیجه دولت ها میتونن دسترسی داشته باشن به اینکه کجا رفتید؟ در حال حاضر خب طبیعی است برای عده خاصی این اطلاعات داره مورد استفاده قرار میگیره ولی مثلا فرض کنیم دو سال دیگه دفاع از فلسطین کاملا غیر قانونی بشه خب اون وقت اطلاعاتی که من و شما ناخداگاه در رابطه با سفر نمیدونم رفتن به یه تظاهرات اتوبوس رفتن به یه تظاهرات یا غیر دادی میتونه از این دریای وسیع داده ها جمع آوری بشه و مورد استفاده قرار یک پدیده ای که باز در رابطه با هوش مصنوعی زیاد ازش بهش اشاره میشه اون چیزی است که بهش میگن اتونمس سیستم یا سیستم های خودمختار که بیشتر در روبوت ها هست در این خودروهای بدون راننده هست و همطور که قبلا گفتم اوبر مثلا یکی از کارهایی که میکنه اینه که راه تاکسی ها رو وقتی که شما رو داره میرسونه غیره همه رو ثبت میکنه ضبط میکنه در یه جایی این برای اینه که بعدا بتونه از همین ها استفاده بکنه برای هر کاری که لازم داشته باشه و به طور مشخص برای خود ماشین های خود مختلف ولی چرا تا حالا و این امکان الان وجود داره مثلا تا اونجایی که من شنیدم در ایالات متحده در کالیفرنیا خیلی راحت شما اکثر خودروها میتونید همون انتخاب بکنید که کاملا نویگیت بکنه ولی همچنان راننده رو میخواد و این هوش مصنوعی با راننده در تماسه یعنی به راننده مثلا میگه که چشمت رو از روی خیابان برداشتی و اگر چه سعی میکنه شما میتونید بذاریدش برای کمک به رانندگی ولی در این حال با شما وارد مذاکره میشه در این رابطه ولی همه ما میدونیم که وجود داره در حال حاضر ماشینی که خودرویی که بتونه اتوماتیک بره از یه جای یه نفر رو ور داره برسونه جای دیگه وجود داره چرا مورد استفاده قرار نمیگیره و چرا حتی در بریتانیا مثلا این هفته قوانینی گذاشتند که برای هزار رو دو هزار و سی به بعد چجوری چه قوانینی باید حاکم باشه بر این خودروهای خود رو بدون راننده علت اصلیش اینه که در نظام سرمایه مشکل به اصطلاح خرچهای کلان حقوقی هم هست دو سه تصادفی که این خودروها در ایالات متحده داشتن الان در دادگاه های شخصی هست Civil case. دادگاه های شخصی هست که هر کدومشون کسایی که اگه اشتباه نکنم دو نفر جانشون رو از دست دادن چند نفر مجبور شدن ولی خانواده اونهایی که جانشون رو از دست دادن پی میلیون ها دلار جریمه قرامت هستند و خب طبیعی است که تا وقتی که نتونیم اگه بخواید خود روی خود مختاری داشته باشیم که اشتباه نکنه هیچ که نمیاد ریسک کنه و اینو هزینه ها رو قبول این نوع اگه بخواید ربات یا ماشین خود مختار خیلی کارهای خوبی رو میتونه انجام بده ولی جز در مواردی که به نفع دولت ها و نظام سرمایه داریست مورد استفاده قرار نمیگیره مثلا در رابطه با رفت وارد شدن به محیط هایی که آلوده است به رادیو مواد رادیواکتیو یا چیزهایی که اتمی مراکز اتمی و غیره خب مورد استفاده قرار میگیره شما فکر کنید که اگر واقعا ما در یه نظام دیگه زندگی می کردیم خیلی از کارهای سخت روزانه که عمدتا توسط فقیرترین کم درآمدترین بخش داره انجام میشه و خیلی کارهای مخصوصا دوره کووید خیلی کارهای خطرناکی هم بود ولی در هر موقعی میتونه بیماری بیاره غیره میتونست توسط وسایل خودمختار انجام بگیره مثلا جمع آوری زباله یا پاک کردن خیابان ها یا این مسئله جدا کردن زباله ها از هم دیگه و قرار دادنشون در بخش های مختلف ولی هیچ کدوم هی اینها به این صورت انجام نمیشه چرا؟ چون حقوق کسایی که این کارها را انجام میدن اینقدر پایینه که کسی اصلا نمیخواد از وسیله مختار استفاده کنه برای این کارها ارزش نداره برای اینها ولی همونطور که خواهیم دید بعضی شغلها که حقوق بیشتری داره در خطره با این هوش مصنوعی چرا که خب حساب سرمایه اینه که حقوق بالاتر رو میتونه کم بکنه همونطور که میدونید الان چند ماهی است در ایالات متحده اعتصابی هست توسط کسانی که به اصطلاح داستان فیلم ها رو می نویسند و هم هنرپیشه ها و هم کسایی که داستان نویسند در اعتصاب بودن حالا موفقیت های پیش اومده غیره یکی از مسائل اصلی که داستان نویس ها مطرح می کنند اینه که خیلی از کمپانی های بزرگ از هوش مصنوعی دارن استفاده می کنند برای جایگزین کردن داستان نویس ها من خودم یک امتحانی سر این قضیه کردم به این معنا که یه سناریوی خیلی سطحی رو دادم به چه جی پی تی و گفتم برای من یک اگه بخوای داستانی بنویس که من میخوام یه فیلم تلویزیونی از این درست کنم اون دو خطی که من برای چت جی پی تی نوشتم این بود که پدر و مادری در رابطه با آموزش فرزندانشون و نوع مدرسه ای که باید برن دعوا دارم برای این بر من بنویس دو صفحه نوشت و خیلی جالب بود که فقط اگه بخواید بیان کلمات حرف های این افراد نبود بلکه علاوه بر اون احساسات یا اگه بخواید نوعی که چهرهشون عوض میشه عصبانی بعد آرام میشن بعد به توافقی میرسن ولی به اون توافق ادامه پیدا نمیکنه همه اینها رو نوشت حالا اگر من این دو خط رو نمی نوشتم بلکه فرض کنید یک صفحه از یک داستان شکسپیر رو که خیلی دقیق تره و خیلی بیشتر توش هست میدادم به چه جی پی تی احتمالا پنشیش صفحه خیلی خوب مینوشت برای من که کی باید چی بگه اینجا این به این معنا نیست که هر کسی که داره داستان فیلمی نویس، نویسه دا اگر نویسه برای داستان سینمایی یا تلویزیونی یا غیر کارش از دست میده حتما اونهایی که هنر ادبی دارن اونهایی که توانایی های خاصی دارن اونهایی که نمیدونم روانشناسی داره و میتونن وارد مسائل بهتری بشن حتما شغلشون رو حفظ میکنن ولی راحت میشه دید که چطور بعضی مشاقل رو این هوش مصنوعی میتونه بگیره در حالی که اون بدبختی که کار سختی میکنه رو کسی نخواهد خواست که کارش رو اتوماتیک بکنه یه نکته دیگه ای که در رابطه با هوش مصنوعی هم بیش مطرح میشه اینه که خب عمل کرده بالایی داره وقتی میگیم عمل کرده بالا یا های پرفورمنس داره به این معناست که به جای و این تعیین کننده رایانه در گذشته صحبت از این بود که از یک رایانه با مقداری هوش مقداری ذخیره حفظ کردن اطلاعات غیره استفاده میکردن در چند دهه اخیر اون چیزی که بهش میگن های پرفورمنس کامپیوتینگ یا کامپیوتینگ com با عمل کرده بالا این توانایی رو داده که از به طور موازی بشه از صدها هزارها کامپیوتر در آن واحد استفاده کرد خیلی وقتها در زبان انگلیسی یا در محل کار حتما شنیدید که صحبت از این میشه که آره همه چیز در ابر اینها در ابر نیست ابری وجود نداره با اینها در حقیقت اون چیزی که بهش داره اشاره میشه چیزیست مثل یه مراکزی است که درش هزاران کامپیوتر جمع شده من سعی میکنم سعی کردم من یه عکسی رو نشون بدم ولی به نظر میاد سخته بعد در پایان این صحبت من همه یه تصاویری که دارم و در یه در موقع سوال و جواب پخش میکنم ولی همطور که گفتم اون چیزی که حتی از این جلوتر رفته پدیده به اصطلاح اون چیزی که بهش میگن واحد های پردازش گرافیکی جی پی اینها واقعا عوض کردند قضیه رو چون به جای اینکه کار موازی و ریاضی سریع در اگه بخواید صدها واحد انجام بشه هزاران هزار بخشهایی از کامپیوتر در اون واحد کار میکنن قیمتشون بالاست حرارت زیاد ایجاد میکنن ولی و برنامه خیلی مشکل تره از برنامه ریزی رایانه عادی ولی در نهایت نتیجه ای که میدن به مراتب سریعتره چون مثلا ریاضی رو که یک کامپیوتر عادی در پنج ساعت انجام میده اینها میتونن در یه ساعت یا شاید کمتر در مواقعی در دقیقه انجام بدن. من به برخی از اشتباهات هوش مصنوعی اشاره کردم دلایل این اشتباهات اکثرا اطلاعات غلطی که به رایانه دادن و یا ام اون چیزی که خیلی ها میگن جهت داشتن اطلاعات هوش مصنوعی خیلی ها هم چپ اینو میگه هم راست میگه و به نوعی هر دوشون موارد درست میگن یکی از نکاتی که هر کسی که سعی کرده باشه صوت رو یا یک نوار ویدیویی رو مثلا تبدیل بکنه به نوشته که در زبان انگلیسی الان خیلی راحت شده این کار رو در یوتیوب راحت میشه انجام داد در زوم ترانسکرایب میکنه اگر زبان انگلیسی بخواید فوری براتون مینویسه همه رو ولی همین این برمیگرده که شما بر میگرده به اینکه لهجه شما چی باشه اگه لحجتون امریکایی و مشخصاً مار شمال کالیفرنیا باشه خیلی دقیق کار رو میکنه نه فقط لحجه خارجی بلکه لحجه اسکاتلندی و ایرلندی رو این ترانسکرایبر مشکل اساسی داره باهاش این به این دلیل نیست که جهتگیری سیاسی یا اقتصادی خاص داره به امریکای شمالی مشکل اصلیش اینه که اون کسایی که یادش دادن اون نوارهای صوتی بیشماری که استفاده شده بر اینکه یاد بگیره چجوری صدا رو تبدیل کنه به متن مال این کشورها بوده در همین رابطه روزنامه های راست انگلیسی خیلی وقتها داستان می نویسن که آره این هوش مصنوعی خیلی ووکه وقتی میگن ووکه یعنی منظورشون اینه که زیادی مدافع هم جنس گرایان مدافع ترانس هاست به زنا مثبتتر تا مردا غیر باز این تا اونجایی که من میفهمم اگر چنین اتهامی درست باشه که حالا باید دید چون بعضی از این روزانها حتی اگه اینم نبود این داستان رو پیدا میکردن ولی همین این بر میگرده به جو کالیفرنیا ولی همین جو کالیفرنیا اون وقت چپ نیست لیبرال وسط لیبرال راسته و در نتیجه فقط هم کالیفرنیا نیست بخش های دیگه ای از ایالات متحده که در این رابطه پیشرفت های اساسی داشتند. این اطلاعاتی که دادن حتی شاید کسایی که این اطلاعات رو می دادند این داده ها رو جمع به این گوش مصنوعی دادند آگاهانه نرفتند که یک وچه خاص بهش بدن ولی اون چی که بر خودشون از دید خودشون بیطرف بوده رو تحویل دادن و همطور که میدونید بیطرفی بسیار چیز مشکلیه هیچ کس بیطرف نیست هر کسی فکر میکنه بیطرفه ولی در حقیقت طبعا آگاهانه یا غیر یا ناآگاهانه وارد در این داده ها تمام دیدهای غلط و درست خودش رو وارد اه، یه مشکل دیگه اینه که خیلی وقتا صحبت از این میشه که اشتباهات ناشی از اینه که شناسایی هوش مصنوعی بر این که یه چیز رو درست تشخیص بده اه، اه، خیلی سریع میتونه وارد مرحله ای بشه که اشتباه میکنه یه نمونه که خیلی بهش اشاره میکنند اینه که مثلا در رابطه با شناسایی انوای از یک حیوان اگه شما یه رنگ خاص از این حیوان رو فقط اطلاع داده باشید به این اگر این این هوش مصنوعی همون حیوان رو در رنگی ببینه که آشنایی بهش نداره نمیتونه تشخیص بده و میمونه درش در حالی که خب یه انسان حتی یه بچه یه کوچیک راحتتر میتونه این تشخیص رو بده که شکل رنگ حیوان ربطی نداره به نوعی که هست انتقادهای بیشمار دیگه هم در رابطه با هوش مصنوعی مطرح میشه که من بعضی از اونا رو سریع میگم یک تا چندی پیش در حقیقت همه این رایانه‌های های سریع رایانهای که کار ریاضی سریع انجام می‌دادن، استفاده کننده ها ازشون محدود بود به کسایی که فیزیک و ریاضی و مهندسی و شیمی و این کارهای علمی را انجام میدادن این روزا اونجایی که من کار میکنم حقوق دانا میخوان وارد هوش مصنوعی بشن همه اقتصاددانا یه پروژه هوش مصنوعی را انداختن همه جامعه شناسا وارد هوش مصنوعی شدن بعضیشون دارن یاد میدن که مثلا از روی داده ها در رابطه با یه مسئله اجتماعی چه نتایجی یا چه بینی های اجتماعی میشه کرد نتیجهش این شده که حالا شاید به غلط ولی بعضی از اون علمی ترها ریاضیدان ها،, ریاضی ها، فیزیکدان ها غیره با دید تمسخر نگاه میکنند به این مدافعان یا مدعیان جدید هوش مصنوعی مثلا من چند هفته پیش از یکی که کارش فیزیک فضایی فیزیک استروفیزیک فیزیک, 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 فیزیک ستاره شناسیه در یک جایی که صحبت میکرد گفت آره این هوش مصنوعی خب برای تشخیص سگ و گربه خوبه ولی اگه بخواید ولی سیاره ها خیلی پیچیده تر از اینن تا بشه هوش مصنوعی رو یادش داد که چجوری تشخیصشون بده یا دسته بندی کنه یکی دیگه کسی که من سالها باش کار میکردم در گلاسگو که بیشتر در بخش سیستم و مهندسی کنترل کار میکنه با دید تمسخر به کل این روند متودولوژی هوش مصنوعی انتقاد داره و مقاله در این رابطه نوشته بحث اون اینه که این نوع به اصطلاح امتحان آشنایی به اشتباه و یادگیری از اشتباه در حقیقت جلوی فکر باز جلوی متود علمی رو گرفته و در عوض همه رو تبدیل کرده به این که هی امتحان میکنن تا جواب درست بگیرن در حالی که به جای که هی امتحان کنید جواب درست بگیرید خوبه بشینید با کاغذ ریاضیتون رو درست بنویسید فرمول درست ازش درارید این مسئله یه trial and error. آزمایش و ازش اشتباه و از اشتباه یادگیری برای ادی متد غلطیه متد غیر علمی یک انتقاد دیگه که به هوش مصنوعی گرفته میشه اینه که خیلی از مدل های هوش مصنوعی تفسیر پذیر نیستند تفسیر پذیر به این معنا که شما کلی ریاضی دادید کلی برنامه کامپیوتری دادید کلی داده دادید ولی به نوعی جعبه سیاه ایجاد کردید نمیتونید با دقت بگید که کجا از تا چه حد از ریاضی استفاده شده تا چه حد از داده ها استفاده شده این عدم تفسیر پذیریه. علت تصمیم گیری هوش مصنوعی به نوعی ام 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 مشکل آفرینه در این که نمیشه ازش نمیشه صد در صد اعتماد کرد که به چه دلایلی به این نتیجه رسیده و همطور که قبلا گفتم شما یه سوال را از همین هوش مصنوعی در روزهای مختلف میپرسید جوابهای مختلف میده بهتون و خب خود این سوال آفرین یک انتقاد دیگه که در رابطه با نوع پیشرفت هوش مصنوعی میشه اینه که اگر درست و با فکر مورد استفاده قرار نگیره بیش از حد برازش داره اوورفیت میکنه به این معنا که یه چیزی رو که بهش آشنا نیست میذاره توی کاتگوری چیزهایی که بهش آشناست و در نتیجه رو همی این اشتباه اساسی انجام در نتیجه اگه بخوایم جامبندی کنیم این انتقادها رو بعضیش به این برمیگرده که از نظر متد علمی متد علمی درستی نیست از نظر ای به اندازه کافی در رابطه با تئوری پشت اول کردش آشنایی نیست و این به اصطلاح پوچش آزمایش و آ... یادگیری از اشتباهات مشکل، مشکلاتی ایجاد میکنه همه اینها بستگی به اون چیزی داره که بهش میگن شرایط اولیه اگه شرایط اولیه تبلیغ تغییر کنه نمیتونید برگردید به اون جایی که اول کار بودید خیلی وقتها صحبت از ناکارآمد بودن ناکار استفاده از این داده های بزرگ میشه به این معنا که شما داده های زیادی رو دادید خیلی وقت گذاشتید خیلی کارها روش کردید ولی نتیجه که میگیرید به اندازه کافی دقیق نیست و جوابگوی کاری که اون چیزی که انتظار داشتید نیست در این بخش آخر داشت من خیلی پر حرفی کردم ولی در این بخش آخر میخوام یه برخورد هم به مسئله بیکارسازی ها و کارهای جدیدی که ممکنه هوش مصنوعی ایجاد کنه اشاره کنم چون برای ما مسئله اصلی حتما این هم هست همطور که میدونید هم نشریه فوبس و هم اگه اشتباه نکنم یکی از بانک های عمده مورگن فرچاد یکی از بانک های ایالات متحده پیش بینی هایی کردن راجع به اینی که چند میلیون نفر در ده سال آینده بیکار خواهند شد در کشورهای غربی و صحبت از این میشه که این شامل بخش های مختلفیه مثلا صحبت از این میشه که خیلی از کسایی که در بخش حقوق در در دفتر وکلا کارهای وکیل رو اگه بخواد کارهای پایین تر از وکیل رو انجام میدن اون چیزی که در انگلیس بهش میگن پارالیگال یا کارمندان بانک شغلشون رو از دست خواهند داد ما شاهدیم که من تو انگلیس هر کی میره به گروهگاه ها دیده که روز به روز تعداد اونایی که پشتش آدمی هست و خرید رو جمع میکنه کم میشه این ماشین های اتوماتیک هست ولی همه اینها اشتباهشون کم نیست و همطور که میدونید مثلا همین ماشین های اتوماتیکی که بناست حساب کنه شما چقدر خرج کردید کاله های شما رو جمع بکنه و نمیدونم اگه تخفیفی هست تخفیف حساب کنه غیره اکثرا روی چیزای خیلی ساده گیر میکنه و برای هر چند ماشینی بخره یک انسان لازمه و در حقیقت این یکی از نمونه های واضح هوش مصنوعی در مقطع کنونیشه به تنهایی خود به خودی نمیتونه کاری بکنه همین الانش بر اینکه که یه کار ساده رو انجام بده آره خیلی کارها رو انجام میده ولی اقلا برای خیلی چیزها احتیاج به دخالت انسان داره خیلی وقتا مثلا اینی که یه نفر میتونه دوا اینجا میخواید بخرید باید یه سنی باشید و خب طبعا این ماشین نمیتونه حتی با ویدیو هم اگر صورت شما رو ببینه تشخیص بده که آیا شما به سنی رسیدید که میتونید چهار بسته آسپرین بخرید یا نه حتی در این هم ام صحبت از این میشه که شاید 60 شست و تا شست و سه درصد برخی کارها در ده سال آینده از بین بره من همچنان این رو نمی بینم همطور که گفتم به دل... یک دلیل اوندش اینه که ام اشتباهات در یه مراحلی خب مهم نیست مثلا در رابطه با سوپرمارکت مهم نیست ولی همین که وارد کار حقوقی مثلا بشیم اگر استفاده از کام رایانه و هوش مصنوعی شرایطی پیش بیاره که یکی اشتباها به مثلا متهم به قتل بشه وقتی نبوده همچی کاری میتونه بعد شکایت کنه اون پولی که از وکاله بابت جریمه بگیره قابل مقایسه با این نیست که ده نفر اونجا استخدام میکرد این کار را انجام میداد اشتباهات خیلی فجیعی در رابطه با روش مصنوعی توی همین یک، یکی دو سال اخیر مشهور شده که باز همین این هم مشکلات ایجاد میکنه یه نمونهش یک اگه اشتباه نکنم یکی از اساتید یکی از دانشگاه های ایالات متحده در هفته اول همین چت جی پی تی متهم شد به اینکه رابطه جنسی داشته با کسی که اصلا دروغ محض بود یعنی هیچ زمینه ای برای این نبود حالا آیا این اسم رو اشتباه گرفته بودن یا غیره نمیدونم و این مسئله بعد از چند هفته حل شد ولی همین که این پیش آمده بود کلی اگه بخواید ضربه زد به اعتمادی که کسی میتونه به چت جی پی تی داشته باشه در یه سری موارد کارش دقیقه و درصد درصد در درسته نگیم صد درصد و اون وقتی است که ازش سوال هایی میکنید که مثلا سوال ریاضی رو درست جواب میده سوال فیزیک رو درست جواب میده اکثرا اگه یه کد کامپیوتری بهش بدید و بگید این اشتباهات این کد رو بر من پیدا کن نمیدونه ولی میتونه بگه چه راه حل هایی رو دنبال کن تا این مشکلی که این کود داره رو بتونی حل کنی و خود این به نظر من مسئله مهم ولی صحبت صحبت از این میشه که صحبت از این میشه که علاوه بر این کار هم ایجاد خواهد کرد اینجا مشکله و البته این در مارکسیسم ما میدونیم همیشه در تاریخ بشر این بوده در بریتانیا وقتی انقلاب صنعتی شد کلی از نیروی کار شکایت داشت و علت اصلیش اینه که خب سرمایه داری برای سود بیشتر اصلا تنها مسئله که براش وجود نداره اینه که چه تاثیری بر نیروی کار میگذاره این تغییر ولی کاری که این داره ایجاد میکنه متاسفانه کاری نیست به نظر من که بتونه آینده مفیدی برای بخشانده ای از نیروی کار داشته باشه کار بسیار ویژه و خاصی رو ایجاد میکنه مثلا کود نویسی که کار هر کسی نیست ریاضی که کار هر کسی نیست نگرانی که خیلی دارن و به درستی مطرح میکنن اینه که خیلی از کارهایی که ایجاد بکنه در تفاوت در آمد جنسی بین زنان و مردان تأخیر تاثیر خواهد داشت چرا که زنان کمتری درگیری دارن با کود نویسی با ریاضی نه به خاطر اینکه تواناییش را ندارن بلکه به خاطر اینکه سیستم آموزشی اینجوریه و سیستم آموزشی در علیه زنان در این رابطه کار میکنه ولی کارهای دیگه هم به وجود میاره مثلا این دستبندی داده ها که من بهش اشاره کردم کار نسبتا ساده ای و تا اونجا که من میفهمم هم در بریتانیا هم در کشورهای اروپایی و هم در ایالات متحده خیلی از کسایی که احتیاج به درآمد اضافی دارن علاوه بر کار روزانهشون این رو انتخاب کردن برای کار و در دراز مدت کار ایجاد میکنه این به این معناست که شما در حقیقت در ایجاد دست ها برای این داده ها کار میکنید می مثلا وارد یه صفحه کامپیوتری میشید تو اون صفحه عکس ها رو دسته بندی می کنید می نویسید این سگ این گربه این موش این ماشین غیر غیره و این کار ساده است هر کسی که بتونه رایانه دسترسی داشته باشه میتونه این کار رو یا حتی تلفن موبیل دسترسی داشته باشه میتونه این کار رو انجام بده ولی در حقیقت سخته که ببینی که این بتونه جایگزین این بشه که مثلا شرکت هایی که دارن کار کارمندای دیگه رو بیکار میکنن بتونن از این استفاده کنن یه نمونه که در بیکارسازی در انگلیس حداقل خبرساز شده اینه که یه شرکتی که کپی رایت کنترل میکرد کپی رایت میدونید اینه که مثلا تشخیص میده که شما عکس از جای دیگه استفاده کردید جریمتون میکنه نامه می بابتش باید هزار پوند هزار جریمه بدید این شرکت از پنج کارمندش چهار رو بیکار کرده از هوش مصنوعی استفاده میکنه و از یه نفع. ولی یک انسان رو لازم داره حتی این چون حتی در بهترین حالت همونطور که قبلا گفتم در نهایت این هوش مصنوعی کنترل لازم داره یعنی یک انسان باید بیاد در موقعیت کنونیش باید بیاد و کاری رو که هوش مصنوعی انجام داده رو اگه بخواید قبول کنه یا رد کنه من اینجا تمام میکنم صحبتم و فقط خواستم اینو بگم که همین این مانع است از این که فعلا ما وارد این صحبت بشیم که هوش مصنوعی داره وارد مرحله ای میشه که خطری برای بشره به این معنا که به آه 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 کامپیوترها با هوش مصنوعی میتونن بر ما حکومت کنند یا غالب بشن بر جامعه فعلا در این موقعیت نیستند ولی شکی نیست که این روند اگر ادامه پیدا بکنه این سرعت بی حد کامپیوترها و اون چیزی که من بهش اشاره نکردم به کار افتادن کامپیوترهای کوانتوم تغییراتی به وجود خواهد آورد که در حد پیش بینی امروز من نیست خیلی معذرت میخوام که طولانی شد ببخشید خیلی هم تون تون هست